نام هستی وقت جهان خدمت خانم ها و آقایان هموطنان عزیز سلام عرض میکنم این برنامه که به اوضاع خاورمیانه اختصاص داره از مجموع برنامه های اخبار ایران و گزارش های خاورمیانه است که به همت کام تهیه میشه از شما دعوت میکنم که از وبسایت کام دیدن کنید و علاوه بر برنامه های سیاسی اون از برنامه اقتصادی و اجتماعی و مسائل دیگه بازدید کنید و نظرات خودتون رو از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید همینطور از شما دعوت میکنم که از وبسایت دیگه گروه ما اخبار ایران و گزارش های خاور میانه imenews.com دیدن کنید در اونجا ما مهمترین اخبار و تحلیل های کشورهای مهم خاور میانه و ایران رو به صورت طبقه شده در بخش های سیاسی اقتصادی حقوق بشری و مقاله هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی برای شما تهیه کردیم که میتونید از اونها بازدید کنید و همطور از نظرات خودتون ما رو بهره کنید خب برنامه امروز به یکی از مهمترین مسائل خاورمیانه اختصاص داره راجع به خاورمیانه هست و اجازه بدید که برای اینکه به این موضوع بپردازیم به یکی از مهمترین موضوع های هفته گذشته بپردازیم هفته گذشته گروه داعش یعنی همون دولت اسلامی در عراق و شام یا آیسیس اعلام کرد که خلبان اردنی رو که چند وقت پیش هواپیمای اونها سرنگون شده بود و ایشون رو دستگیر کرده بودن زنده زنده در یک قفس سوزاندن و کشتن ویدئویی هم در این مورد منتشر شد که این ویدیو به طرز خیلی وحشتناکی مرگ این خلبان اردنی رو نشون میده که البته خب اولا این جنایت باید توسط همه انسان دوستان بشر دوستان مخالفان جنگ مترقیان هر کسی که دلش برای مردم میسوزه هر کسی که مخالف جنگه باید محکوم بشه که البته محکوم هم شده خوشبختانه سانیا این به صلاح این ویدیو شدت خشونت و و بیرحمی یک گروه تندروی تروریستی اسلامی رو نشون میده که اون هم باید محکوم بشه که البته محکوم هم شده خب ولی موضوعی که من میخوام بهش بپردازم این است که از این موضوع بار دیگر هم, در غرب و هم در بین بسیاری از ایرانیان خارج از کشور استفاده شده تا دوباره به مسلمون ها و دین اسلام حمله کنه خب خیلی ها مثلا به عنوان مثلا اگه شما به وبسایت های ایرانی مراجعه کنید خیلی ها میگن که تمام مسلمون ها باید به خاطر این جنایت عذرخواهی کنه یا دی دیگه میگن اصلا اصولا این خشونت ها در ذات اسلام هست و کاریش نمیشه کرد اسلام دین خشونت آقای محمد رضا نیکفر که وبسایت رادیو زمانه رو اداره میکنن در اروپا یکی دو سال پیش مقاله نوشته بودن به نام الهیات شکنجه که در این مقاله ادعا کرده بودن که ذات اسلام همون شکنجه است که به عنوان مثال در مورد زندانیان سیاسی در اوین اتفاق افته و اصولا این بخشی از اسلامه و اسلام هم به همین دلیل اصلاح پذیر نیست که البته این ادعا کاملا بی اساسیه آقای دکتر محمد برغی در دو مقاله مفصل بهشون جواب دادن خود منده در یکی دو مقاله بهشون جواب دادم ولی نکته مهم اینه که این گونه حملات با توسط به خشونت های گروه های مثل داعش همچنان ادامه داره خب حالا من میخوام راجع چه موضوعی صحبت کنم میخوام صحبت راجع این موضوع صحبت کنم که خب علاوه بر این که این خشونت ها چه سربریدن باشه چه در آتش سوزاندن باشه چه ترور باشه چه جای چه دیگه توسط هر کسی و هر گروهی و هر دولتی که باشه باید محکوم بشه که ما محکوم هم میکنیم میخوام به این نکته اشاره کنم که سوزاندن قربانیان و یا سربریدن این قربانیان فقط مختص به مسلمان هایی که تروریست هستند و ظاهرا مخالف قربان نیست بلکه خود غرب در این موضوع نقش بسیار مهمی داره و در این مورد نقش بسیار بزرگی رو بازی کرده قبل از اینکه به موضوع سوزاندن بپردازم به موضوع همین گروه داعش و گروه های تروسی القاعده و جپه نصرت و اینها اشاره بکنم هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز مقاله بسیار مفصلی منتشر کرد بعد از نیویورک تایمز روزنامه گاردین در انگلیس هم مقاله منتشر کرد که در اون به صحبت هایی که آقای زکریاس موساوی گفته بودن اشاره شد برای بله اونهایی که یادشون نمیاد خدمتشون ارز کنم که آقای زکریاس موساوی یکی از کسانی بودن که به خاطر حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا دستگیر شده بود در واقع اگر دولت آمریکا درست عمل کرده بود میتونست از دستگیری آقای زکریا موساوی استفاده کنه و جلوی حمله 11 سپتامبر بگیره حالا یا نمیخواستن جلوی حمله رو بگیرن یا به هر دلیل دیگه ای از این موضوع استفاده نشد چرا چون آقای زکر یا موساوی در ماه اوت سال 2001 در مینسوتا در یک مدرسه خلبانی مشغول تعلیم گرفتن برای پرواز جت های بزرگ بود و اینطور که گفته میشه به به اون معلم اون مدرسه گفته بودن که من علاقه به این ندارم که یاد بگیرم که جت بزرگ رو چجوری وقتی در حال پروازه به زمین بشونم بلکه دوست علاقه بین دارم که این جت دو چجوری میشه از زمین بلند کرد چجوری به پرواز دارم خب این باعث سوه زن شدید به ایشون شد به اف آی خبر داده بودن و ایشون رو قبل از واقعه 11 سپتامبر دستگیر کردن و به زندان افتادن حالا شما وقتی به حمله 11 سپتامبر سال 2001 نگاه کنید میبینید که 19 نفر بودن 4 هواپیما بود و 19 نفر در سه هواپیما پنج نفر بودن در یک هواپیما چهار نفر بودن این موضوع سوءظن نسبت به آقای زکریا موساوی رو تشدید کرد بدن اینکه ایشون میخواستن خلبانی یاد بگیرن به طوری که بتونن یک جنب جت رو از زمین بلند کنن یعنی همون کاری که تروریستای 11 سپتام کردن و همینطور چون در یک از هواپیما فقط چهار نفر بود نفر پنجمی هم وجود نداشت اف آی معتقد بود که نفر پنجم در واقع همین آقای زکریاس موساوی بوده که ایشون قبل از که این اتفاق بیفته دستگیر شده بوده خب ایشون رو محاکمه کردن و به حبس ابد هم محکوم کردن و هم در یک زندان به صلاح با مکسیموم سکیوریتی زندانی هستن نکته که میخوام خدمت شما ارز کنم گزارش بود که روزنامه نیویورک تانز و روزنامه گاردین در هفته گذشته در مورد آقای موساوی منتشر کردن آقای موساوی ظاهرا گفته بوده که بودجه بسیاری از سازمان تروریستی سنی از جمله القاعده دست کم تا آخر دهه 1990 توسط شاهزاده های مهم عربستان سعودی از جمله کسانی که در دولت دولت عربستان سعودی نقش بسیار مهمی دارن تامین شده بود و ایشون از سه نفر رو از سه نفر از یکی پرنس بندر بود که ایشون مدت بسیار طولانی سفیر عربستان در آمریکا بودن بعد به عربستان برگشتند و تا یک سال پیش تا یک سال پیش مسئول اداره جنگ سوریه از طرف عربستان بودن که یک سال پیش برکنار شدن و ایشون شخصی بسیار بانفوس هستند هستن و از دوستان نزدیک خانواده آقای جورج باش. نفر دوم که از ایشون اس بود آقای پرنس ترکی الفیصل بودن آقای پرنس ترکی الفیصل هم بی که از شاهزادههای مهم عربستان هستند بعد از که آقای پرنس بندر دوران سفارتشون در واشنگتن تموم شد آقای تورکر فیصل سفیر عربستان در آمریکا شدن دو سال سفیر عربستان در آمریکا بودن و بعد وقتی به عربستان برگشتن رئیس امور جاسوسی عربستان بودن نفر سوم پرنس الولید بن طلال بودن که ایشون در واقع نوه شاه عبدالعزیز بنیانگذار عربستان سعودی مدرن در 1932 هستند ایشون سروتمندترین مرد عربستان و یکی از ثروتمندترین مردان تمام جهان هستند که دارای کمپانی های بزرگ فیلمسازی، تفریحی، هتل ها و چیزهای دیگه هستند بر صحبت آقای زکریاس موساوی بودجه بسیار از این گروه های بخصوص به خصوص القاعده توسط این سنفر و ثروتمندان دیگه عربستان سعودی تعمید شد خب این موضوع ما لزومی نداره که به صحبت آقای موساوی گوش کنیم تا باورمون بشه که این موضوع حتما صحت داره در گزارشی کمیسیون واقعی تروسی 11 سپتامبر تهیه کرد و به مجلس سنا تقدیم کرد و خلاصه اون چند هفته پیش در ماه دسامبر توسط خانم دایم فاینشتان سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا منتشر شد 28 صفحه از گزارش مفقوده این 28 صفحه گزارش رو دولت آقای جورج بوش طبقه بندی کرده و سری اعلام کرده من در این 28 صفحه منتشر تا به حال نشده این 28 صفحه راجبه چیه راجع نقش عربستان در تامین بودجه و اسلحه گروه تروریستی سنی از جمله القاعده است و تا حال با اصرار بسیار زیادی که خیلی ها داشتن تا به حال این 28 صفحه به کلاسیفاید یا طبقه شده و مخفی باقی مونده البته ظاهرا چند نفر از نمایندای کنگره بهشون اجازه دادن اینو ببینن و اونهایی که دیدن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یا به طور ناشناس گفتن که اگر این اخبار منتشر بشه یک به اصطلاح زلزله عظیمی در روابط ایران و در روابط, آمر... روابط آمریکا و عربستان ایجاد میشه ولی چون دولت های آمریکا از دولت آقای اوباما گرفته تا دولت آی بوش دولت آقای چین و, و امثال اینها معتقدن که عربستان سعودی متحد استراتژیک آمریکا هست البته حالا اینکه اگر متحد استراتژیک چرا به این گروه میکنه اون یک موضوع دیگه است از انتشار این گونه اخبار جلوگیری میکنه شما نگا که دولت عربستان مورد حمایت همه دولت های آمریکا هست چه میخواد جمهوری خواه باشه؟ چه دموکرات باشه حدود ده روز قبل که کینگ عبدالله پاشه عربستان درگذشت آقای اوباما سفر خودش رو به هند ناتمام گذاشت و به همراه یک هیئت بلندپایه آمریکایی به عربستان رفت تا به آقای سلمان پادشاه جدید عربستان را این موضوع تسلیت بگیر شما اگه به این هیئت بلندپایه آمریکایی نگاه کنید می‌بینید که مقامات گذشته آمریکا مثل خانم کاندوریزا رایس وزیر خارجه آمریکا آقای استیون عدلی مشاور امنیتی آقای جورج بوش و آقای رابرت گیتس که اینا در دولت های گذشته و جمهوری خواه بودن و همینطور دولت, دولت کنونی که دموکرات هست همه اینا حضور داشتن یعنی تمام این دولت ها چه دموکرات چه جمهوری خواه به خوبی از نقش عربستان یعنی متحد استراتژیک آمریکا در منطقه در شعله ورتر کردن و شعله ور کردن این جنگهای های تروریستی در منطقه آشنا هستن منتها به دلایلی که فقط خودشون ظاهرا میفهمن این موضوع رو این اسناد طبقه بندی شده رو افشا نکردن و نمیذارن که مردم از اینها به طور کامل آگاه بشن خب این یه موضوع وقت موضوع بعد همون موضوع سوزاندن و سربریدن توسط داعش است اولا خب سربریدن مخالفان به خصوص خبرنگارانی که در اونجا بودن و توسط داعش سربریده شدن یک جنایت زده بشری و کاملا باید محکوم میشه و اگر روزی بتونن عوامل اینا رو دستگیر کنن باید به اشد مجازات برسن این در این مورد هیچ شکی نیست ولی همین عربستان که متحد استراتژیک آمریکا هست در سال 2014 83 نفر رو در ملع عام سر برید یعنی این مجازات وحشتناک که حتی ممکنه که کسایی که در عربستان سرشون رو بریدن جنایت بزرگی مرتکب شدن ولی آنچه که مسلمه سر بریدن یکی از غیر انسانی ترین مجازاتیه که باید محکوم بشه و از صحنه روزگار حذف بشه ولی آیا اعتراضی بوده نه هیچ گونه اعتراضی نبوده یعنی شما اگر به تعداد سرهایی که توسط داعش در سال 2014 بریده شد نگاه کنید که مثلا 4 یا 5 بودن با سرهای بریده در عربستان که 83 تا دو بودن مقایسه کنید ببینید که اصلا قابل مقایسه نیست از زمانی که آقای سلمان شدن های عربستان یعنی حدود دو هفته پیش تا به حال در طول همین دو هفته هفت نفر سرشون در عربستان در ملعه عام بریدن یک خانومی که مرتکب ظاهرا یک جنایتی شده بوده در ملع عام خواستن سرش رو بزنن با ضربه اول شمشیر سرشون بریده نشده با ضربه دوم هم بریده نشده بالاخره با ضربه سوم سرشون از بدنشون جدا شد شما نکنید در ببینید این چه به جنایت وحشتناکی است که حتی اگر این جنایت در مورد یک جنایتکار دیگه مورد استفاده قرار بگیره بنابراین در این سربریدن ها و اینها متحدان غرب که نقش بسیار بزرگی در بوجود دادن این وقایع تروریست داشتن شرکت دارن و ولی چیزی هم راجعشون گفته نمیشه حالا در مورد سوزاندن میخواستم راجع به شما با شما صحبت کنم خب هم که عرض کردم در اول برنامه واضحه که سوزاندن هر انسانی حتی اگر اسیر جنگی باشه یا حتی اگر جنایتکار کار باشه یکی از جنایت ضد بشری و باید محکوم بشه که خوشبختانه همه محکوم کردن حتی برخی از علمای تندرو اسلامی هم اینو محکوم کردن در نماز جمعه تهران در روز جمعه 6 فوریه آقای امامی کاشانی که اصلا پیش نماز نماز جمعه بودن ایشون هم این موضوع رو محکوم کرد ولی موضوع این نیست که فقط محکوم کردیم موضوعی که همونطور که عرض کردم از این موضوع بر علیه ها و اسلام استفاده میشه و این رو اینجوری جلوه میدن که ظاهرا این کار فقط مختص تروریستایی است که به نام اسلام این کارو میکنن و نکته که ما خدمتتون عرض کنم بگم که اینطور نیست در این مورد هم ما جنایت هایش، خیلی شبیهی داریم که توسط به اصطلاح غرب و متحدانشون انجام شده. در این مورد به مقاله که آقای گلن گرینوارد روزنامه کار برجسته آمریکایی که اول در آمریکا در مجله و وبسایت سالان مینوشتن و بعد به انگلیس رفتن برای گاردین مینوشتن و کسی هستن که های آقای ادوارد اسنودن رو توسط روزنامه گاردین منتشر کردن توجه شما رو به اون مقاله ایشون جلب میکنم آقای گلنگری وارد همی الان با, با بودجه که آقای پیر امیدیار یکی از صاحبان ایرانی وبسایت ای بی براشون تعیین کردن این 250 میلیون دلار چندین وبسایت را انداختن و مشغول انواع و اقسام تهیه برنامه ها در مورد به اصطلاح اتفاقی در جهان میفته هستن یکی از وبسایت ایشون فرس لوک هست و بعد از اینکه این خلبان اردنی توسط داعش در قفس سوزانده شد و ویدیو وحشتناک اون بیرون آمد که حقیقتش من خودم نتونستم نگاه کنم چون میدونم که چقدر وحشتناکه ایشون مقاله رو در همین فرس لوک منتشر کرد و گفتش که این کار فقط مختص مسلمان ها نیست بلکه غرب هم همین کار رو داره به نوع دیگه ای ادانه در این مقالی که ایشون نوشت به چندین گزارش مهم اشاره کرد ها. که این گزارش ها گزارش ها منابع غربی هستند و هیچ کدومش نه نه چپگرا هستند نه اه اه به قول بخشی از ایرانیان اینجا آمریکا ستیس هستند و نه غرب ستیس هستند بلکه از خود قربن مال خود قربن و اینها رو به عنوان گزارش های به صلاح اه 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 ارائه دادن دفتر حقوقی دکتر ندا زمان وکیل رسمی دادگاه های فدرال و کالیفرنیا آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می باشد ما شما را از طریق ای بی تو، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه گذاری، دانشجوی و پناهندگی یاری می دهیم قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310 855 0992 تماس بگیرید وبسایت nedala.com یکی از این گزارش ها گزارش مشترک دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک و دانشگاه استنفورد هست که در سال 2012 منتشر شده بود و آقای گلنگریوارد به اون گزارش اشاره کردن در این گزارش گفته بودن که میدونیم که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا که در فارسی بهش پهپاد میگن و در انگلیسی بهش درون میگن این هواپیماها با هدف حمله به تروریستا در جاهای مثل سومالی، یمن، پاکستان و جای دیگه به اینها حمله میکنن ولی اتفاقی گفته که وقتی که به اینها حمله میکنن به عنوان اینکه اینا تروریست هستن تعداد زیادی انسانهای بیگناه هم کشته میشن همین آقای لینسی گرام سناتور ایالت کارولینای جنوبی که از تندروترین سناتورهای آمریکایی هست حدود دو سال پیش گفته بود که حملات درونها ها ظاهرا حدود 4700 نفر از مردم غیر نظامی رو که نقشی در این کاران نداشتن کشته شد این 4700 رو آقای لینسی سناتور ایالت کارنای جنوبی دادن همین یک هفته قبل من گزارش دیگه‌ای رو دیدم که گفتن که در اثر این حملات حملات درونها ها بدون سرنشین دست کم نفر از مردم نظامیه مردم غیر نظامیه میگن که هیچ رابطه‌ای با این تروریست نداشتن کشته شدن حالا گزارش که آقای گلن گرینوارد در مقاله خودش میده مبنی که مبنی بر اینه که اینها فقط کشته نمیشن بلکه اینها به طور کامل میسوزن چون وقتی که این هواپیماها حمله میکنن موشکی که ازش استفاده میکنن اسمش است موشک هیل فایر یعنی موشک آتش جهنمی این موشک هیل فایر وقتی به هدف میخوره منفجر میشه یک نوع ماده شیمیایی آلومینیوم فلورین فلورینیتد هست که وقتی که این منفجر میشه اولا به تعداد زیادی تیکه های کوچک تقسیم میشه سوال هر تیکش با سرعت و شدت خیلی بالا آتیش میگیره و میسوزه و به هم دل وقتی که اینها منفجر میشن آتیش سوزی بسیار بزرگی رو میندازن که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان خودشون در اون آتش میسوزن و از بین میرن یعنی بیشتر اون آدم های غیر نظامی که در واقع در اثر این حملات کشته شدن در اثر آتش سوزی کشته شدن و به طور کامل سوختن گزارشی که دانشگاه نیویورک و دانشگاه استنفورد میده اینه که اینها اونقدر اولا تیکه تیکه میشن این قربانیان سانن اونقدر سوخته میشن که قابل شناسایی نیستن و سالسن چون تیکه تیکه شدن و سوختن و قابل شناسایی نیستن به صلاح اقوام اینها عزیزان اینها که اینها رو میخوان به عنوان مسلمون طی مراسم اسلامی دفع کنن قادر نیستن این کارو بکنن چون جنازه ای به اون صورت وجود نداره و به صلاح شخص مرده به اون صورت وجود نداره تیکه تیکه هایی در این گوشه کنار هست که اینها رو باید جمع کنن و اینها رو سعی کنن دف کنن یه دکتر بر طبق گزارش چیز بر طبق گزارش ام 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 سی این این که در همین مقاله هست گفته بود که من ام 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 یه تعداد از اینهایی که در اثر این موشک ها ات آتش گرفته بودن ولی نجات پیدا کرده بودن رو معاینه کردم و گفته بود که اینها انقدر شدیدن سوختن که غیر ممکن بود که بتونیم تشخیص بدیم که آیا این پوست پوستی که سوخته پوست انسانی بوده یا پوست حیوانی بوده یعنی هیچ تفاوتی وجود نداره تمام چیزهایی که در اون پوست مبنی بر انسان بودن اون قربانی هست از بین رفته بوده و قابل تشخیص نبوده آه، یا روزنامه نیویورک تایمز در آه، آه، 22 ماه سال 2013 گزارش داد که فقط چند روز بعد از اینکه مناسب سوگن خوردن آقای اوباما در سال 2013 در جامعه 2013 برگزار شد یک هواپیما بدون سرنشین در پاکستان به یک گروهی حمله کرد به این تحت این که میخوان یک تروریست رو پیدا میخوان بکشن و وقتی که این کارو کردن یک دختر بود 13 ساله مذهب خوبی آقا پسر بود 13 ساله به نام فهیم قریشی این فهیم قریشی هفت نفر از خانوادهشون در اثر اون حمله کاملا کشته میشن و خودشون هم گرچه زنده میمونن ولی اونقدر سوختن و اونقدر جراحت داشتن که در واقع زندگی آنچنانی برای بقیه عمرشون نمیتونن داشته باشند. در 24 اکتبر سال 2012 بازم گزارش نیویورک تایمز میگه که خانم یه دختر 8 ساله به نام بنیلا در پاکستان جلوی خونه‌اش در یک به میدان بازی با دخترم و پسرم و داشته بازی میکرده و یهو هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به اونجا حمله میکنن به اسم که اون نزدیک های تروریست زندگی میکنه و یکی از این موشک های هل فایر یعنی آتش جهنمی اونجا منفجر میشه و جلوی چش اون دختر منفجر میشه خود دختر بچه 8 ساله به شدت جراحت برمیداره مادر بزرگ ایشون در آتش به طور کامل میسوزه و از بین میره یعنی به طور کامل میسوزه و از بین میره و تعداد زیادی دی... کسایی دیگه بچه های دیگه هم که اونجا بودن انواع و اقسام جراحات با شدت بالا و پایین پیدا میکنه بعد اون وقت سی ان در تاریخ 22 دسامبر سال 2011 اینجوری گزارش میده که خبرنگار راجع به یک قربانی چهار ساله گزارش میده که در اثر حمله این هواپیماهای بدون سرنشین آتش گرفته بوده و سوخته شده نوشته بود که این دختر چهار ساله بدنش به طور کامل سوخته بوده و خیلی عجیب بوده که این دختر نمرده بوده ابروهاش و موجههاش کاملا سوخته بودن انگشت دستش اگرچه قطع نشده بودن ولی ناخون دستش همه همگی از بین رفته بودن و اینقدر این بد بوده و اینقدر این در پاکستان سر صدا انداخته بوده که دولت آمریکا مجبور شده که قبول کنه که این دختر چهار ساله را از پاکستان به آمریکا منتقل کنن تا در یکی از بیمارستان آمریکا مورد معالجه قرار بگیره همه ای اینها در اثر آتیسوزی بوده که موشک های هلفایر در حمله به تحت عنوان حمله به تروریست ها انجام شده البته این تروریست ها باید کشته بشن البته این تروریست ها باید دستگیر بشن و به طور عادلانه محاکمه بشن و به مجازات برسن در این مورد شکی نیست ولی حمله به مردم غیر نظامی تحت عنوان حمله به مردم تروریستی یک چنین مسائل مشکلاتی هم داره همونطور که عرض کردم شاید تا حال در طول این چند سالی که با هواپیمای بدون سرنشین به این گونه عملیات دست زده شده شاید مثلا فرض کنید بین 50 تا 100 تا تروریست واقعی کشته شده باشه ولی علاوه بر این 50 تا 100 تروریست واقعی همونطور که عرض کردم دست کم 2500 تا غیر نظامی بیگناه کشته شده یا اگه بخوایم آمار سناتور اینستاگرام کارونای جنوبی رو باور کنیم 4700 تا کشته شده این آمار آیلی زیگرام دادن در وبسایت هافینتون پست هم هست شما این 2500 تا رو برید تو گوگل سرچ کنید بلا فاصله منبعش میاد بالا بنابراین فرض کنید اگر 100 نفر کشته شده 100 تا تروریست کشته شده باشن و حداقل 2500 تا کشته شده باشن یعنی به ازای هر تروریستی که کشته شده 25 تا مردم غیر نظامی کشته شده و کشتن اینا هم فقط به این نبوده که مثلا فرض کنید گلوله به اینا خورده و اینا در جا مردن بلکه به اثر آتش سوزی عظیمی بوده که این موشکای هلفایر درست کردن و اینا در یعنی واقع در آتش سوختن یعنی خونه هاشون در آتش سوخته خودشون در آتش سوختن و اونهایی هم که نجات پیدا کردن آنقدر جراحات سوختگی عمیقی دارن که زندگی عادی برای اینها احتمالا غیر ممکن خواهد چه از لحاظ روانی چه از لحاظ فیزیکی بنابراین همونطور که می‌بینید سوزاندن قربانیان ترور قربانیان اینها فقط مختص, مختص به یک گروه بسیار کوچیک تروریست اسلامی نیست بلکه گروه های گروه ها و دولت های غیر اسلامی هم دست غیر مسلمون هم دست به این کار میزنن به خصوص در غرب حالا آیا گفتن این حقایق که این حقایق رو من برای اولین بار نیست که مطرح میکنم این حقایق نیست که روزنامه نگارهای خود آمریکایی از جمله آقای گلنگری وارد مطرح کرده روزنامه های مهم آمریکا مطرح کردن همونطور که عرض کردم سی رو مطرح کرد روزنامه نیویورک تایمز رو مطرح کرد حالا اگر اینها رو من بیام یا امثال من اینا رو مطرح کنم آیا اینا آمریکا ستیزیه آیا اینا غرب ستیزه به هیچ عنوان اینطور نیست اینا گفتن حقایقه و هدف از گفتن این حقایق اینه که بگیم که جنایاتی که توسط یک گروه بسیار بسیار بسیار, کوچک کوچیک به نام اسلام و به نام مسلمان ها انجام میشه هیچ رفتی به اکثریت قریب به اتفاق خود مسلمان ها نداره و هیچ ربطی اصلا به خود اسلام نداره یکی از صحبت‌های بسیار خوبی که پرزیدنت اوباما هفته گذشته کردن که به خاطر اون از موقعی که ایشون این حرفو زدن تا به حال بهشون حمله شده همین موضوع بود آقای اوباما چند روز قبل در یک صحبتی که داشتن گفتن که ما زیاد خودمون رو به که ایشون به که سواره اسب خیلی بلند بالا نشیم به بقیه به پایین نگاه کنیم و فکر کنیم که این جنایاتی که داعش و تروریسم مستمر می‌کنن فقط مختص است. ایشون گفتن یادتون باشه که در, در جنگ صلیبی و در دوران اینکوزیشن در مثلا قرون وسطا در اروپا به نام حضرت مسیح چه جنایاتی رو در مورد مردم انجام دادن این ایشون همچنین گفتن که یادمون باشه که در همین آمریکا در قرن 19 و اوایل قرن 20 بردهداری و قوانین تبعیض آمیز که به قوانین جیم کرو معروف هستن از طریق انجیل توجیه می شدن و می گفتن اینها در انجیل اینها رو اجازه دادن و بنابراین این قوانین از لازم مذهبی هم درست و حرفی که آقای اوباما زدن این بود که بنابراین همطور که می بینید از یک دین میشه استفاده خوب کرد مردم رو راهنمایی کرد مردم رو به راه راست دارد کرد به مردم درس های معنوی داد یا از همون دین میشه در راه جنایت، تروریسم، خشونت و چیزهای دیگه استفاده کرد بنابراین این چیزها نه مختص مسلمون ها و اسلامه و نه مختص به یک گروه به خصوص این, این چیزیست که در همه جا وجود داره که البته به خاطر این کار آقای اوباما مورد حملات شدید جناه راست قرار گرفت مثلا شما اگه به شبکه فاکس نگاه کنیم که شدیدن بهشون حمله کردن و کسای دیگه چرا؟ به که ایشون حقیقت رو گفته بود گفته بود که این این اینجور جنایت ها که باید محکوم هم بشه و شده و باید باهاش مبارزه هم که دارن میکنن فقط مختص به یک عده کوچک مسلمون به نام اسلام نیست بلکه غیر مسلمون ها و گروه های هم این کار رو انجام دادن و بحث اصلی من هم همین بود سوزاندن خلبان اردنی توسط داعش البته جنایت وحشتناکه یعنی وحشتناکترین جنایت ممکنه و البته مقصران باید اگر بشه پیدا بشن دستگیر بشن محاکم بشن و مجازات بشن و البته این جنایت باید محکوم بشه و البته اون باید اینها رو رد کنیم ولی اینها نباید بهانه باشه واسه حمله کردن به مسلمانان و اسلام بدنی که اینها نه مختص به مسلمانان نه پای و اساسی در اسلام داره بلکه اینها برداشت یک عده تندرو و خشن از تعلیمات اسلامی است خب اجازه بدید که از اینکه از وقت زیمت خودتون رو به ببنه... تماشای برنامه بنده اختصاص دید سپاس گذاری کنم از شما دعوت میکنم که از وبسایت ifttv.com دیدن کنید که در اونجا برنامه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی بسیار زیادی وجود داره همینطور از وبسایت دیگه گروه ما اخبار یا گزارش خاور میانه imenews.com دیدن کنید و از نظرات خودتون ما رو مطرح بهره من کنید تا برنامه آینده که باری در خدمت شما خواهم بود امیدوارم و زگار بر شما شیرون و خوش بشه سپاس گذارم